سوخت سینما و مرکز پرودوسری فوتورا مگنیوم تقدیم میکند. فیلم محی‌الدین مظفر. فیلم اساسی واقعی دارد. تاجیکستان عینی سال 1978. شده پسرچه مبارک شود شیرین کی من اصلا کی من ببین چی قدر جوان پهلوانی نازنین آفرین مادر جانش از میلیون یکی قصه تولد من نیز نه کمتر از آن سرگذشته که چند پیش با من روی داد جالب است چونین به نظر می رسد که خداوند از روزی تولدم استواری مرا می آزماید. در آینه من فرزند دهم به دنیا آمدم. اما حس شادی و خوشنودی را به زودی غم و اندوه دهشت آور تیره نمود. و من مجبور شدم نظر به همسالانم پیشتر به بلاغت برسم. قرقیزستان، بیشکک، سال 2007. با عقب نگریسته من درک می کنم که برای پسرچه از دهه دوردست کوهی در کشوری که قحطی و دهشت جنگ را از سر گذرانیده است شانسی به موفقیت نول شدن خیلی کم بود اما همه ما تعبیر آن چیزی که ما را کشته نمیتواند قوی تر میگرداند را شنیده ایم همه آن درد و رنج و عذابهایی که خداوند نصیبم گرداند مرا به جای آوردن که حالا قرار دارم این دیستشار باید ترکردن وقت قیمت خود است وقت خود را به چی ترک کرده بود؟ شما به چیزی که وقت خود را ترک کنید آن کسلاک شما را ترک میدید و کسلاک شما به تصویر شما تاثیر می رسند سلام، دوانم خود را می شود افراد موفقیت شما بو بخشه؟ کسلاک شما درد آینده شما بخش شما چرا اکثری آدمان عاقل دارنده دیپلم های زیاد در زندگی موفق نمی شوند. به آن طرف گذارید. به فکر شما، شخص موفق کیست؟ و موفقیت برای شما چی است؟ کی به من می گوید؟ زیاد کار کردن. آزاد بودن. با کسی اهمیت ندادن. پولی زیاد. معاشی بلند.
معاش زیاد گرفتم. از جهت مالیوی مستقل بودم. به خود خوشبخت بوده توانستم. من میدانم. من جواب داده میتوانم. موفق بودن این معنای داشتن آزادی مالیوی است. به یه باره دیگر پول زیاد گرفتن و برای دیگران نمونه شدن است. پیروان خود را با نمونه شخصی هوسمند کردن، برای خود هدفهای پرمضمون گذاشتن و از همه مهمتر با آنها نایل شدن است. برای منصب تلاش کردن، وظیفه بلندتر گرفتن و از نفوذ خود بهره بردن. بله، و باز البته که در طلبات بودن. اما به همه گفته های بالا یک اما وجود دارد، یک اما خردکک ولی خیلی مهم. اما در برابر این آدم نباید قلاب و فریبگر باشد. کیست قلاب؟ دولت حسین مراد رجبویچ، شما با جرم قلابی دستگیر کرده می شوید. لطفاً با من مایور مینبایف، انا حجت من. شما باید با ما آید برای روشن کردن تمام حالت های پرونده. از بالای شما عریضه شکایتی نوشتند. چه خیلی عریضه؟ برای صادر نمودن عمل های قلابی. دستانش رو ببندید. از دیدن من به ورطه ناامیدی برایم ناگهانی و از حد زیاد تعجب آور بود. من یک و یک بار از همه چیز محروم شدم. نتیجه محنت چندین ساله هم در نزد چشمانم مثل نمی بالای سنگ تفسان بخار می شد. اما بدترین چیز برایم این گم کردن باوری بود. از باوری کسی برآمدن خیلی آسان است، ولی آن را دوباره به دست در آوردن خیلی مشکل. این امتحان نوبتی تقدیر برایم یک امتحان نوبتی واقعی گردید، برای دریافت عنوان انسان ارزنده. این چی تاقیم که وزیر گردید؟ 174 نفر با او مبلغ های خود را برای ماجرای شبهنوک باور کردند و تو این را پای نبردی؟ او به مامور و محاسب پوره دادند. خیریت که محاسب به همش اقرار شد. تشکر زیاد. تو در کجا بودی ها؟ من تمام این مدت در بیشکک نبودم. من با آنها باور میکردم. سعید، یعنی چی طور باور میکردی؟ تو مثل کودکان حرف میزنی. آخرین بیزنس. ایربال من از کجا میدانستم که او با آنها پاره میدهد؟ آخر من با آنها چندین سالها باز همکاری دارم. خوب، ما وقتی نولا کردن نداریم. مشکل را باید حل کرد. مبلغ زیان آن را به تو اعلان کردند؟ ها؟ 1,846,000 دلار است. دلار. آه ابلا، من هیچگاه به او باور نمی کردم. از همون اول ببخش من در اکشایم. برو، گپ هست. اسکر، در اینجا چی گپ هست؟ از من قرض داری و تو این رو میدونی. حساب کنک فعال است. میدونی با عیبی تو من چقدر زیاد ضرر دیدم. 4 ماه باز پول های خودم رو انتظارم. اسکر، آخر به تو وعده دادم که همه این چی لازم است. وعده دادی؟ چی رو؟ این به تو نسیر کسونه تیاتر که با افسانه هایت، با افسانه های خود سری مردم رو گران کنی. به من خاکت رو میبیزم. اسکر تو چی؟ بروم شو. یعنی سعید توی؟ بله.
تو چه از خود رفتی؟ گوش کن سعید، یا پول ها رو برمیگردونی یا میمیری. فهمیدی؟ فهمو؟ شما چرا با خود رو میبینید؟ این چی رفتا؟ اینجا چی گفه است؟ تو کیسی؟ با تو چی لازم؟ چرا آمدی؟ دفشم از اینجا. ایستا از جایت نجو. گوش کن اسکر، من میپرانم. آرام شو، اونا رها کن. اسکر، اسکر ایستا، آرام شو. سیلو اطرافه رو رها کن. تو سیلو اطرافه رو آرام. من باشد رو رها میکنم. آرام میشونوی؟ سیلو اطرافه یون کن، رها کن. تمام 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 تمام. آرام 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 شو. سیلو ات رو پایان کن، نه شما و نه ما از این اگون فایده نمی بینه. فرار، نه با شما نه با ما مشکل لازم نیست. فرار، آنه ما اینجا استوده ایم، با هیچ کجا نمی رویم. تمام؟ اسکر، من به تو وعده داده بودم، وعده داده بودم که بر می گردانم همین دور. چی ها میگوی سعید؟ حاضرین بار، صبر کن، گوش کن. بله من وعده داده بودم، ولی لطفا به من بگوی تو حدی اقل یک بار با من پول دادی؟ این پول های من؟ ها، ولی تو اونها رو نه با من، بلکه برای فایده به دست آوردن و دیگران دادی. من پولی نگرفته رو برمیگردانم. سعید، تو عقلت رو خورده ای؟ چی ها میگویی؟ صبر کن یربال، تو مرا میفهمی؟ من یکان بار به خونت رفتم، از تو قرض پرسیدم. نه، و تو این رو میدونی. در مدت یک ماه برمیگردانم، این همه شده پول است، میفهمی؟ تو چی ها میگویی سعید؟ من به تو یک ماه مهلت میدم، یک ماه، تنها یک ماه. خوب فهمیدم. یک ماه فهمیدی؟ خوب یک ماه فهمیدم. تمام تمام بچه ها، یک ماه مهلت میدم. روید روید. این چی بود سعید؟ تو عقلت را خورده ای؟ آخر تو اون پول ها را نگرفته ای؟ ما ادوکت های بهترین را کیرو میکنیم. بله ادوکت های بهترین را کیرو میکنیم و آنها بگناهی ما بله. اثبات میکنند با آسانی اثبات میکنند، ولی این پول های مردم را بر نمیگرداند. آدمان فکر دارند که من شریک فلیمینگ هستم، ولی او دست نور است. آخر آنها پول هایشان را به شرکتی من سپاریدند. گوش کن، این فلیمینگ همه آنها را فریب داده است، ولی چرا تو باید به جای او پرداخت کنی؟ ها؟ گوش کن، این مبلغ کلان است، حتی اگر تو تمام اموال خود را فروشی هم این مقدار پول را جمع کردن نمیتوانی. من این را میفهمم و این را مثل وجود داشتن ارزش های انسانی خیلی خوب میفهمم که بعد آنها را هیچگاه با یکان خیلی پول خریده نمیشود. من انتخاب داشتم که قرض های دیگری را برگردانم یا نه. من آنها را نگرفتم، یکان تینش را، و حق دارم آنها را رد کنم. ولی بچه بچه چی مهمتر از پول و یا ارزش های انسانی من؟ با این بار چی طور زندگی خواهم کرد؟ من پول کار کرده میتوانم، این تنها پول است. اگر برای پول هایشان به این آدمان کمک نکنم، خودم را هیچگاه نخواهم بخشید. دیگر خودم را احترام نخواهم کرد و خصوصا داغ نام نیکم را نتوانم شست. Space of a human being is first and foremost psychological. Then and only then is it economic and social. فضای شخصیت انسان این روح است. بعد آن اقتصادیات، آن بعد جهت اجتماعی. When it comes to management
and business relationships, وقتی که سخن درباره اداره کنی و مناسبات های کاری می رود, it is impossible to ignore the psychodynamic factors. عوامل پسیخودینامیکی را نادیده گرفتن ممکن نیست. من می خواستم به شرکت شما آبونه شوم. Mr. Said Murad would like to join your company. اینچنین می خواستم برنامه آموزشی شما را بگذرم. To take your training course. مرا برنامه تعلیمی شما خیلی به شوق آورد. And he's very interested in your investment program. Well, you certainly have good taste. I think we can take care of that today. او میگوید که شما سلیقه خوب دارید و ما میتوانیم در این باره صحبت کنیم. من هم برای همین به اینجا پرواز کردم تا که شما را در آینده به قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان برای همکاری دعوت کنم. That why he came here today and he would like to invite you in the future to Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan. Work together. What do you think about? I think we can do that. فکری بد نیست. ممنون. تشکر با شما. تشکر. If you want to be successful in earning money, اگر شما موفق شده پول کار کردن خواهید, then you need to reprogram your thoughts to those of a millionaire. با شما لازم است تفکر خود را به تفکر میلیونر عوض نمایید. Invest in a business. با تجارت سرمایه گذاری کنید. Invest in a partnership. با شریکی سرمایه گذاری کنید. Invest together with people who have ability and skills. یکجا با آدمانی که ملکه و امکانات دارند سرمایه گذاری کنید. Invest together with people who will give a personal guarantee. با آدمانی سرمایه گذاری کنید که کفالت شخصی داده می توانند. Invest with me. با او سرمایه گذاری کنید. I'm a millionaire. من میلیونرم. Invest with me and make money. با او سرمایه گذاری کرده پول کار کنید. We have projects. ما لایحه های زیاد داریم. Hotel. مهمانخانه ها. Real estate and construction. ساختمان اموال غیر منقول. Nightclubs. کلوب های شبانه. Restaurant. طربخانه ها. And more. و امثال اینها. All of these are in Ukraine now. همه این حالا در اوکراینه. And they'll be coming to Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Russia in the near future. و در آینده نزدیک آن در قزاقستان، قرغیزستان و روسیه خواهد. Who wants to be my partner? کی می خواهد شریک او شود؟ ما. Who wants ما. To be ما. A millionaire? ما. من می خواهم. Looks good. همه چیز واضح و خیلی باسوادانه. من هم از شما چیزی دیگری را انتظار نمیدارم. 5000. در حال پی بردم که شما متخصیص حقیق هستید. اینک با کار خوب مزد خوب باید داد. شما حق هستید. این خیلی بهتر. در فرق از دیگران شما امکانیت واقعی به دست آوردن پول کلان را دارید. سوال دارن که آیا شما آماده اید آن را استفاده برید؟ همه تان مرا خوب می شناسید. در اینجا 174 نام است. این آدمان پولهایشان را از دست دادند. من نیت اصلاح کردنی وضعیت را دارم. خواستم از بان قرض گیرم و با همه این آدمان یک باره حسابی کنم. اما به گراو به من قرض نمی دهند. و برای گراو ماندن دیگر چیزی ندارم. همه اون چیزی که فروختن و دادن ممکن بود. من الکی فروختم و دادم. از افتش این یک حلقه سربسته است. من شما را دعوت کردم تا از شما خواهش کنم که باز یک بار دیگر به من باور کنید اگر توانید. فردا نصف روزی من با نمایندگان بانک ملاقات دارم. من باید با آنها چیزی را همچون گرو پیشنهاد کنم. اگر شما تا حال با من اعتماد داشته باشید لطفا به من کمک کنید. در هر صورت من از شما منت دارم. اگر شما توانید و تصمیم گیرید فردا صبح
شما را انتظار می شوم. تشکر. بله، من مجبور بودم این را از سر گذرانم. به نظرم چنین می نمود که من همین حالا نور آخرین امید را از دست می دهم و همه چیز در گرد و اطراف به تاریکی گذرنده فرو می رود. در پس آن خط ناامیدی مرا چه انتظار است؟ من در کنار ورده ایستاده دستانم را در جستجوی نجات به هر طرف دراز می کردم. هر یک شخص پر از خاطره هاست و هر یکی ما جایی داریم که در آن خاطره هایمون واضح تر می شوند. برای من این واحه آرام در بین کلان شهر پرغوها به مکان پرستش تبدیل یافت. مکان قدرت، چاروهای در حیات من. گاه گاه تقدیر مرا به نزد این خرک چوبین می آورد. از اینجا من به راهی تای کردن نظر می افکنم و از همینجا به آینده خود می نگرم. تنها به تو امیدوارم. مرا برای راستت هدایت کن. روسیه، مسکو، سال 1996. با مادرم گوی که پسر وای به اینستیتوت داخل شد. $300 میبیاری، دانشجو میشوی. مرو از رحم نگردونید. من باید به روسیه روم. سلام، حجات هایتان را نشان دید؟ کار نیست، رو 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 از اینجا. کار لازم است. به همه کار لازم است، جای خالی نداریم. درآمده نافارم از جین زند همه اتان را. خدا، تو کیستی؟ از کی میپرسم؟ اینجا چیکار میکنی؟ من اینجا میخوابم. چی؟ اینجا برایت خوابگاه است مگر؟ بیرو بیرو، با کی میگویم؟ بیرو زودتر. بخیر، حاضر میلیسه را دعوت میکنم. مهلش، اینجا را جایی شب گذرانی کردند. انا رفتم. بیرو بیرو، باز گپ هم میگرداند. از دست اینها روز نداریم، از خود رفتند. Thank you.
السلام علیکم. و علیکم السلام. خداوند، حالم خراب است، تنها از تو امیدوارم، غیر تو ندارم هیچ کس. خداوند، مرا برای راستت هدایت کن. میدونم که عاقبت کارم خوب میشود، از همینم به تو توکل دارم. خداوند، با من قوت بخشو، به این عذاب و مشقت تو بارم. بقیه‌تون تشکر. سلامت باشید. سایدورو لابا چوچو اینجا بیا پسرم. حاضر. انا بین سایدورو تخته در کنده شده افتید است. این رانه خیل بجوهش مونده میخ زدن در کور. من نمیتونم اوچی جان. هیچ گب نیپیسه را. من با تو یاد میدیم. اینجا شد. انا این میخ. این تیشه. میخ رو با تخته میمونی. تیشه رو راست میکن. بسری میخ میکن. فهمیدی؟ نه اگزا کک میگو دیدی؟ انا کنون میخ رو گیرون با تخته زن. سعید مراد، تو چیکار کرده ایستو دی؟ از روی گفته شما میخ رو با تخته میزنم. چشمانت رو چرا میپوشی؟ میترسم که دیشه با کنی دستانت رو با تخته مان، چشمانت رو پوش. انا اکنون با چشمانی کشوده دستانت رو با تخته مان. مان! سعید مراد، تیشه رو دیدی؟ نوگش تیز. انا دیدی پسر رو. به هر آدم چشم در کار. با چشمونی پوشیده، از مشکلی ها ترسیده، از عهده یگان کار بر اومده نمی توانی. به هر مشکلی نترسیده راست نگاه کن، اما با چشمانی کشوده. اگر خواهی از عهده همه کار بر اومده میتوانی. انا کنون میخ رو گیرو با تخت زن. آفرین.
سعید، لباسویت کجا شدند؟ تشکر برادر. چی وقیه شده است؟ من دیگر بربردار شده کار نخواهم کرد. دیگر چکار کرده میتوانی؟ حالا نمیدونم، ولی دقیق بربردار نه. تشکر برای همش برادر. تا دیدار. سلام سید مراد رجبی. سلام طلعت. من بای تمام شب فکر کردم. با خلاصه آمدم. انا گیر چی بودستین؟ این حجت های خونه هم است. مرحمت. مرحمت گیرید. طلعت من نیکیت را فراموش نمی کنم. تشکر دوستم. این خل نگوید. شما با من معنای زندگی را برگردوندید. باری دیگر تشکر. من این روز را هیچگاه فراموش نخواهم کرد. بسیاری از آنهایی که حجت های خود را به اداره من آوردند با یگانه چیزهای ارزشناک خود توکل کردند. قزاق ها، روس ها، قرغیز ها، اوکراین ها، آنها برادر و خواهران من شدند. دستگیری آنها نیروی مرا ده برابر زیاد کرده، نگذاشت که تسلیم شوم. به نظر چنین می نمود که باز کمی کوشش دیگر و به بهبودی امید بستن ممکن است. ولی متاسفانه همه چیز نه اون طور صورت می گیرد که ما به نقشه گرفته ایم. متاسفانه بوند که ما به شما قرض داده نمی تواند. شاید که یگان راهی دیگر هست. نه، یگان راهی دیگر نیست. سلامت باشید. سید مراد رجبویچ. بله. کمیته قرضی قرار خود را برآورد. رد شد. خیلی متاسفم. چرا رد شد؟ متاسفانه درآمدهای شما با طلبات های ما جوابگو نیستند. با بانک های دیگر مراجعه نمایید. مرحمت. چی واقعه روی داد؟ من نمی فهمم چرا اونها رد کردند؟ آنها به این حق دارند. ما اکنون چی کار میکنیم؟ کار میکنیم. روح افتاده شدن لازم نیست. با ما منبع درآمد لازم است. برای یک سال و بیشتر از آن نقشه میکشیم. آی جان، جدول نوی آموزشی را ترتیب بده. شاید که این بهتر باشد. وقت نشان می‌دهد.
ما حالا در قطار روانه ایم. از تریزه نگاه کن. میبینی چگونه منظره تغییر مییابد. نوکک یک جنگل زیبا بود. حالا باشد ایستگاه. زندگی ما آن همین طور میگذرد. ما پی نمیبریم که منظره چگونه تغییر مییابد. گویی که ما یک فیلمی را به درازی حیات تماشا کرده ایستاده باشیم. تنها رویدادها وضعیتها تغییر مییابند. و در همه همین چیز سعید، مهم چیزی اساسی رو از دست ندادن. چشمانت رو بپوش. حاضر در فکر خود تمثال آینده درخشان خود رو تصور بکن. لینا، لینا، سعید کجاست؟ او خدایا سعید. روسیه، تومین، سالی 1998. چونین جسور و خودباور همون کسی می شود که خیلی خودباور است. انا تو در کجای دانشمند؟ تو را خیلی جستم. روی خطی خریدی دیروز همون در کجاست؟ انا در اینجا همش نوشته شده است. خیلی خوب. یعنی که کتاب خون هستی؟ بله، این کتاب خیلی شوق‌آور است. زیگموند فروید. این خیلی کتاب جدی است. یعنی که به پسیخولوژی مراق داری؟ من به همه چیز مراق دارم. به من انسان عجیب است. دنیای باطنیش و باز فکرهایش، عملهایش. میفهمید؟ این خیلی عجیب است. انا این آدم فروید با باطن انسان نظر کرده، او یک فکرهای خیلی خوب دارد. انا گوش کنید که من چی نوشتم. در اینجا اولین انسانی که با جای سنگ سخنهای قبیح پرتافت، یعنی دشنام کرد، آفرنده تمدن بود. او خیلی خوب گفته است. این رو بحث کرده نمی شود. میدونی اندیشه‌رانیت با من پسند است. در واقع به شهر ما الکساندر زالین تشریف آورده است. او یک زن مربی است و از روی سیستم نوربکوف درس می‌گذراند. انا من هم مثل آنهایی که می‌خواهند با این سیستم از نزدیک شناس شوند، با کورس‌های 10 روزه نام‌نویس شدم و البته که تو را هم برای بار اول شناس شدن روز دوشنبه نام‌نویس کردم. آرزو چی است؟ آرزو این خواهش‌های شماست. این نیروی باطنی شماست. وقتی که شما آرزو دارید، شما همه کار رو می توانید. ولی مهمش باید فهمید که تا چی اندازه آرزوی شما قوی است. اگر شما آرزو داشته باشید، آنگاه در شما جای برای شبهه کردن نمی ماند. برای داشتن کاری خوبی امید بخش، چی به شما خلال می رساند؟ هیچ چیز. برای داشتن دوستانی خوب به شما چی خلال می رساند؟ هیچ چیز. مهمش خواهش داشتن است. چیزی اساسی معین کردن آن که تا چی اندازه خواهش شما قوی است. اون خورده ککست و یا این که مثل کائنات بزرگ. شما یگان مانعی ندارید. افقهای خود را وسیع تر کنید. آرزو کنید. با کمک نادژدا ایگرفنا که ما دفتری کاریش را تعمیر میکردیم، من به سیمینار الکساندرا زالین افتیدم. اون به سیستم نوربکوف بخشیده شده بود. گفتن دشوار است که چرا الکساندرا به من توجه ظاهر کرد و با پیشنهاد غیر چشم داشت مرا به حیرت گذاشت. هر یک انسان دو روزی تولد دارد. باری اول تو چون ارگانیزم زنده به دنیا می آیی. باری دویم وقتی درک می کنی کی هستی و کی شدن می خواهی. با من لازم بود که قرار تقدیر ساز قبول کنم. از همون لحظه حیات من با کلی دیگرگون شد. نه، من نمی توانم. از عهده‌اش نمی برایم. این غیر امکان است. اگر تو چون این اندیشه‌رانیت رو ادامه دهی، هیچگاه از عهده‌اش نمی برایی. عموماً هیچگاه از عهده هیچ چیز نمی برایی. گوش کن، تو دو دل و بی جرأتی. تو جرأت نداری. تو هیچگاه از عهده هیچ چیز نمی برایی اگر خودت به این باور داشته باشی. چون این زندگی به تو پسند است، پس بیرو خانه ها رو تعمیر کرده بگرد. ولی اگر تو مثل پیشتر از زندگی کردن نخواهی، پس شبهه‌هایت رو از خود دور کن. بالهای خود رو باز کرده پرواز بکن. خودتون رو چگونه احساس میکنید؟ هیچگاه روز اولین برآمدم رو فراموش نخواهم کرد. این یک احساساتی نوی بود و من هم مجبور بودم که کاملا تغییر یابم.
خود، فلسفه باطنی خود و نظر خود را به حیات تغییر دهم. من خود را پر و کاملاً به این روند بخشیدم. فکر کرده، متنی از خود کردت را میخوانی، مثل دیروز در تمرین. دیروز تماشابی نبود. چخیل نبود، من چی؟ در یاد بگیر سعید، من از همه تماشابین جدیم و نظری تنقیدی دارم. من و تو اکنون در یک بسته ایم، دقیق ترش دسته. من باید 200% به تو باوری داشته باشم سعید. بیرو و این تالار را فتح بکن. من به تو باوری دارم. به پیش. دوستان عزیز، من با کمال ممنونیت سعید مراد دولتف را به شما معرفی میکنم. او به شما طرز درست اجرا کردن گیمناستیکی بوم ها را نشان میدهد. پیشواز گیرید. موفقیت. تشکر. سلام. سلام. دوستان عزیز، ما امروز با شما مشق بوم ها را میگذاریم. بگیر، این اولین مزدی مهنتی حلال به دست آوردد. تشکر. این هم برای تو است، بگیر. اینش چی؟ این دعوتنامه رسمی از دانشکده نوربیکوف است. آها. اکنون ما رو سفری مسکو در پیش است. چی؟ تو از روی سیستمای اکادمیک روسیه تعلیم خواهی گرفت. مسکو سال 2000 دولتی اقتصادی مسکو داخل خواهی شد. تبریک میکنم، اکنون شما دانشجوی دانشگاه عالی اقتصادی هستید. تشکر. با کمیسی قبول روید. من سپارش میدیم که حجت های شما رو قبول کنند. هیچ باوریم نمی آمد که من دانشجوی دانشگاه روسیه میشوم. مرحمت، شما رو انتظارند. ولی این معجزه روی داد. همین طور تقدیر مرا باز با یک واخوری مهم روبرو کرد. من از خدای قادر مطلق سپاسگزارم که این واخوری را با استاد بزرگ نصیبم گردانید. میرزا کریم سنقلاویچ نوربیکوف برای منبعه ایجادی من تأثیری کلان رسانید. Александра! Хош омадед. Ташаккур. Номи ман Ербол. Александра, аз шиносои шудам. Ербол? Хеле шудам. Ман бо ташкил карданин тренингҳои шумо машғул мешавам. Дар инҷо ва дар Караганда. Ин Ерлан, додари ман. Ӯ ба мо дар ҳама кор ёрӣ медиҳад. Хош. بیش برمکی قزاقی ما به شما پسند آمد. اشنیده چیزی بولا ستری نخوردم. بله خیلی بومزه. در آمدی گپ همسری من کدامی خیلی خوب. در آمدی گپ فراموش کردید که او همزمان مادری ما نیز هست. پدرم مادرم شما سخت دوست میداد که حتی ما فرزندان را به نزی او رو نمیدید. دخترم. بگوید قزاقستانی ما به شما معقول شد؟ بله. گوش کن. بیا به دالون برویم. شما بوری اول در اینجایید. بله میدونید من در این بار زیاد خوندم. ارزو دارم که مده او رو ببینم. فکر دارم بچه ها شما رو میبرن. کاش ببرن. نه تشکر، من سیگار نمیکشم. کاری درست میکنم. نبوشه چرا بر اومدی؟ همین طور. تو که تو رو نرنجونم. مینوشی؟ نه البته. من مومینم، نماز میخونم. خوب، تو همه طرف ها آدمی مصبی بوده ای. یعنی من آرزو دارم که سیگار کشی رو پرتویم. چند سال باز. آرزو دارم. تو این رو همین طور گفتی؟ نفهمیدم. چی گفتنی؟ تو گفتی که آرزوی پرتوفتنی سیگار رو داری؟ این در حقیقت آرزوی تو است یا تنها یک عباره زیباست؟ من از حقیقت دور نبودم و در حقیقت این را آرزوی بسیار ساله هم گفتن ممکن است، ولی خودم از عهده‌اش دقیق نمی برایم.
پس لطفاً به سوالم جواب بده. نه خود عملی گردیدن ارزوی تو از برآمدن به قله کوه بلند و یا گذشتن از بیابان تفسان‌ترین دشوارتر باشد. چی گفتن میخوای؟ نفهمیدم. در دنیا آدمانی هستند که برای به ارزوهایشان رسیدن با کارهای وزنین دست زده خود را از همه گونه لذت ها محروم میکردند، تنها برای آن که به قله ایورست برآمده تواند و نفر دیگر باشد با تمام قوت پیش میرود تا که از بیابان گذشته به واها برسد برای یک قلت آب. و این ارزوی او بود و او خوشبخت بود وقتی که به ارزویش رسید. تو چی؟ و تو همه شده انا همین سیگار رو خاموش کردن لازم است تو خلاص تو که به ارزویت برسی. فکر کن تو چی اندازه ضعیف هستی که از اهدهش بروی. روزی شو که ارزشی به ارزویت رسیدن از دیگران دیده کمتر است. ما بهودا شما رو دعوت نکرده ایم. اجازه دهید با مهمانان عزیزمون سید مراد و الکساندرا مینداری بیان کنم و امیدوارم که این تریننگ آخرین در شهر ما و در منطقه ما نیست. و باز برای یک آخری دیگر من از خداوند متعال مینت دارم. یک بار در حیات من تصادفاً پیدا شد و سالهای زیاد دوست بهترین من باقی ماند. ماس با شرافت ایربال من قزاقستان را در کردم و دوست داشتم و خود را یک قسمی این سرزمین احساس کردم. ماس در همین جا من مشقای انفرادی داده مربی مستقل شدم. ما همراه تمام زمین های حاصل خیز قزاقستان و قرغزستان را دور زدیم. در گوشه های دوردسترین و مهمان نواز این سرزمین افسانوی آموزش ها گذرانیدیم. یرلان من پرداخت میکنم، تو باشی در اینجا مشغول شو. تمام، فهمیده شد. سعید، تو یکان آرزو داری؟ دارم، آرزو دارم کتاب خوبی نویسم با آدمان لازم. و برای با آرزویت رسیدن تو چی کار کرده ایستاده‌ای؟ بدونی، هر اون کاری که میکنم به خاطر رسیدن به آرزویم میکنم، ولی خوب درک میکنم که راه به سوی آرزویم وقت زیاد و طولانی را خواهد گرفت، ولی من باید این کتاب را نویسم. این آتشک همین طور خاموش نمی شود. چی برفی زیبایی می برد؟ آه تو تشکر. شنوندگان عزیز، امروز در بازار بحران است.
کلمه بحران در چین با دو علامت نوشته می شود. یکی معنای خطر را دارد، دوم امکانیت شکوفایی را. یعنی بحران بازار را از هواداران تازه می کند. حصه آنها با متخصصان کسبی می گذرد. آخر احتیاج ها از بین نمی روند. تنها آدمان به خریدن محصولات خدمت رسانی ارزان تر شروع می کنند. باور نکنید. او قلاب است. در اینجا چیگه باشد؟ آخر من دو بلیت خریده بودم. او را گوش نکنید. او از من پولی بسیار قرض دار است. سید مرا دولت. خواهش دارم نگریز. انا دعوت نامه به سود. در اینجا چیگه باشد؟ نمیدونم. شاید با ما میفهمونید. هیچ گپ نه، هیچ گپ نه. حاضر معاین میکنید. چرا؟ دوستانم، دیده چقدر از کسی قرضدار بودن دشوار است. چه خیلی که خواهند شما را تحقیر میکنند. ولی به شما آناتولی آفرین. اگر مقصد شما به دیگران گفتنی آن بود که از شما قرض دارم، با مقصدتون رسیدید. اکنون میتوانید روید. ولی اگر فکر دارید که کسی قرض را به جای من برمیگرداند، پس این در گمان است. کسی از شما به جای من پول را به او برگردانیدن میخواهد. او چی گفت؟ قرض را برگردانیم؟ قرض شما را برگردانیم؟ چی ما را ابلاغ گمان کردید؟ البته نه. انا دیدید. ولی من در شاهدی همه این آدمان وعده میدهم که حتما قرضتان را برمیگردانم. هرچند خودتان نغز میدانید که شخصا من از شما یک تین هم نگرفتم. مدامی که چنین شد از عهده‌داری دست نمیکشم. به شما کمی صبر کردن میباید. حالا به من اجازه دهید کار کنم و مشغولیتم را ادامه دهم. ما همه پولهایتان را برمیگردانیم. فهمیدم. او دقیق قلاب است. بسیار نغز. خوش آمدید. صحبتم اون آید بحران بود. گوش میکنم. بله این منه. شرم نمیداری. خودت را من آدانی نزم. در چی باره میگوید؟ خیلی خوب میدونی که در چی باره گفتنیم. من تو بر اینها رو نقص میدونم. تو من رو نمیفهمی که در چی آخر سخن آیدی چی میرود؟ من شما رو نمیفهمم. بیشوره من همین قدر سال مهدد کرد. ولی تو باشی او رو غارت کردی قلاب. تو حدی اخل میدونی که با مهنتی حلال پول کار کردن چی است؟ تو دیگران رو بغم و غصه گرفتار کردن خود فایده من البته پولهایتان رو برمیگردونم. تو چیزی رو نفهمیدی. دیوشه دیگه تکرار نمیشه. با مادرم قسم که از کار آزاد میشم. دیگه کس رو میگیرم. سعید، کو اینجا بیا.
ما بگیر. سلام سعید، شربو میخوری؟ بهترین. اوش شود، اوش شود. دستتون درد رو نبیند اونه برای خلا. البته. پلیس. دبیده شدی؟ خیز آجاید خیز خیز گفتم آدمت را یافتی ایستو روز راو ایستو راه گرد بینش انا همین دار بچه ها یک دقیقه توجه انا جین زمد بیا زم تو اینجا بیا فقط سخ نزم بیا انا تو چی کار کردی؟ در کرد و خیر این خودش چی بود؟ آفرین دوستی حقیقی آفرین مرد حقیقی بیاید یک دست دیگر بازی کنیم انا این اشو اینجا خوب کن اوپا در آنجا چی گفت هست؟ دستم رو شکستی بیا بمنده با من چی؟ با تو نیست، فهمو؟ با سر میز بچه ها انا، این با تو اینش با تو مادرم پخته فرستاده است اینش باشد با تو مرحمت بگیرید تشکر میبینم که جوانی خوبی اینجا با تو مشکل میشود
مشکل می شود می گویم اینجا برایت. همه وقت در همه جا آدم بودن در کار است. نمی فهمم. فهمیدن لازم نیست، خوردن لازم است. شما دو روز باز چیزی نخورده ای. کنینجا بیا، کنینجا بیا، نبادی نبادی تو. چی شما بچه ها اصلا تو رو خورده؟ شما چی کار نکنید؟ شوخی بود، شوخی بود بچه ها. بس کنه، بس کنه، خودسری را بس کن میگویم. ماکس لازم نیست، من بعد میفهمونم، بعد میفهمونم. رفتم. همه خاموش، فهمو؟ خیلی که گوشتر دار. چه انسان از من آخر باری چارم از که اینجا میفتم، ولی هیچ به این وحشیگری عادت نکردم. تو یک به این بچه ها نگر، با منچتوران ها از یک دیگر فرق می کنند. آنها از کشورهای مختلف اتحادی سابقند. چی آنها را به هم آورد؟ آنها از روزی خوششان به اینجا نامدند، برعکس به جستجوی حیاتی بهتر آمدند، برای نیک و احوالی مادی. ولی چنین طرز زندگی یکون خوبی ندارد. ولی تو جوانی درست می نمایی. کوشش کن که نشکنند روحت را، نشکنند. می فهمی؟ مایلش میفهمی، وقتش آید میفهمی. مهمش آدمگریت را گم نکن. چیزی بر نمیگردد. خوب خوبم آمد. آن مرد حق بود. با مروری وقت من فهمیدم که او به من چی گفتن میخواست. در حقیقت هم در دنیای مادی گم نکردن روحیه انسانی خیلی مشکل است. چگونه خود را در اقیانوس وسوسه ها گم نکرده، وجدان خود را پاک نگاه داشتن ممکن است؟ خوراکتون خنک شد. کمی نصیب کنید. اینقدر خودتون رو عذاب ندهید. با این احوال مسئله خود به خود حل نمی شود. ای اقلن دا کجاست؟ کی آخیست؟ کجاست میگویم؟ چی میخواهید؟ شما اینجا چیکار میکنید؟ شما را میجویم. شهروند دولتوف. این کیست؟ چی میخواهد؟ زیبا به اتاق دیگر گذار. این کی آخر؟ چی میخواهد؟ به اتاق دیگر گذار گفتم. چرا به زنگ ها جواب نمیدید؟ من اینجا شب و روز کار میکنم تا مشکل را حل نمایم. ولی به نظر من شما تنها
کوششی گریختن را دارید. از مشکل ها و از من. این چه خودسری است؟ من زنگ میزنم تا شما را به صحبت نوبتی دعوت نمایم، ولی شما به زنگ ها جواب نمیدهید. اینجا آدمان تشویش میکشن، خواتیرن که مبادا شما پیش از مهلت ما را ترک نکنید. سه‌شنبه ساعت رسان نو می آیم. به درمانه و به زنگ های من جواب دادن این بر منفیتی شماست. اینجا بیا، با این کنج دیوار. لباس هایت را برار. تو چی کار شدی؟ لباس هایت را برار گفتند. التماس لازم نیست، التماس لازم نیست. تو نه در ترکستانی خودت و نه در مهمانی مادرت. برخیز. خیز میگویم حرامزاده. برار لباست را. زودتر، زودتر گفتم. شیمت را برار. چی نگاه داری؟ برار. زودتر، زودتر. نغمه نکن. که بینیم اینجا چی است. خوب، خوب. فای افساقال. دست ها، دست ها پسی سر، دست ها. دست ها. نجیومیده ایست، آرامانه ایست. خب، خب. خوب خوب. بوی پول می آید. گفته که پول نداری؟ گوش کن شهروند دولتاف، طبق پروتکل امضا کرده تو با دستی مو بی پول افتیدی و بی پول از اینجا خواهی رفت. فهمو؟ اکنون لباست رو پوش و نیست شود اینجا. اوهو نه، این خیلی نمی شود. تو که اینجا بی پول افتیدی و جریمه را پرداخت کرده نتوانستی و از این رو یک دو هفته در قبول کنه که مخصوص نشسته فکر کن که فریب دادن نمایندگان مقامات قانونی چی است. ابله حیوان.
بله اسکر. آنه ایناش. بله من وعده دادم کو. آها. خیر نه همه چیز تولی صورت میگرد که ما میخواییم. کلا بک. ولی من وعده دادم. لینا. ها. آخر همین سهر یک ساعت به شما فهموندیم. از اون که شما هر ساعت زنگ میزنید پول پیدا نمیشود کو. شما حتی نمیگذارید که من کار کنم. مونید حد اقل کار کرده پول هایتون رو برگردانم. میفهمم. ها. الو. بله. بله بله. من گفتم که ما علاقه آهسته آهسته جمع کرده استودیم. کم کم. به نزدیکی. من نمیدونم که این کی. ولی به همین نزدیکی ها. ما آهسته آهسته پول ها رو برمیگردانیم. پول های همه رو برمیگردانیم. به شما وعده میدهم که برمیگردانیم. من علاقه به تو صد بار شد زنگ میزنم. کی پولی منو میدهی؟ پسرم پول های فرزندانی منو برگردان. تو ویجدان داری؟ چرا ما رو فریب دادی؟ شما میدونید چقدر ما با این پول ها نیاز داریم؟ پول های ما رو برگردان. پول های من کجایند؟ پول هایمون رو برگردانید. من باری صدوم است که به تو زنگ بزنم. این به این صورت کی تو پول های ما رو برمیگردانی؟ شما وعده داده بودید که برمیگردانید. پول های ما رو برگردان. پول هایمون کجایند؟ تو وجدان داری؟ چرا تو ما رو فریب دادی؟ سعید مراد پولهای ما رو برگردان. Thank you.
چی گپ؟ تینجی هست؟ چی شد؟ مادر جان، پدرم مدیریت مردک؟ من به تاجیکستان می روم به نزد مادرم حاضر زود رفته به من چیپته بخر برای بلیت پول نیست بازی میکنم چه خیل پول نداریم آخیر من میلیونرم میفهمی من با تو میفخرم بچم آن اکنون تو مردی حقیقی شده ای از افتش مرا نفهمیدید من از آدمان پول زیادی قرض دارم خودی تو حالو نفهمیده ای که چی واقع شده است این امتحان است خداوند مهربان این خیل سنجش رو با تو روا دیده است و خود تو از او داشت میبروی اگر از مردم اینقدر پول قرضدار باشی میتوانی همون قدر پول کار کنی قرضت رو صاف کنی شکایت رو بس کن رو قرضت رو برگردون تو باید این کار رو حل کنی اونگاه شخصی شده می توانی که باید شوی تو از عهده‌اش می بروی و خودت باور کن در راه احتیاط شوید خواتر نشو همش خوب میشه سید مراد اینجا بیا جانی پدر آه جانکی من آه شیر بچه ای من
همان بیگاه من مادرم را از نزدیک شناختم. بناخواست روشن احساس نمودم که چیسان او 10 نفر فرزندانش را به وای رسانیده است. در طول حیات مادرم هدفمندانه در من مرد واقعی را تربیه می نمود. هر قدمی مرا راهنمایی می کرد و مهمتر از همه در وجود من به نیروی خود اعتماد کامل داشتن را جا کرده مرا روح بلند می نمود. مادر، این زن نازوکندامی ریزه پیکر همیشه الهام بخش من بود و ما سمون شام پس از سخنهای او من با تمام وجودم احساس نمودم که چگونه مرا باوری و امید نیک فرا می گیرد. گویا من با تمام از بار غم ناامیدی رها شدم. بناخواست همه چیز در نظرم ساده و فهمانه بود. مینم دوباره چون مکانیزم خوب به کار در آمد و من مقصد خود را واضح و روشن بدیدم. تنها به آن رسیدن مانده بود و خلاص. دوستان عزیز، من شما را گمراه کرده نمی خواهم. وضع من در حال حاضر خیلی دشوار است. همه اتون می دانید که من با اشتباه کلانی راه دادم. اما من نقشه عمل دارم و می دانم که این وضعیت را چگونه اصلاح کنم. من به کمک و دستگیری شما نیاز دارم. هر یکی شما امروز باید برای خود قرار عاقلانه برارد. آیا شما در آینده با من و در دسته من می مانید یا اینکه نه؟ اما کسی که امروز قراری با من ماندن را می دهد باید خوب درک کند که من به شما پرداخت کرده نمی توانم. برای برآمدن از چنین وضعیت دشوار ما باید خیلی سخت کار کنیم. چه خیلی که می بینید وضعیت در حقیقت دشوار و باز نوابسته از قرار قبول کرده اتون می خواهم هر یک شما را برای همکاری منتداری نمایم. ما یک دسته خوبه بودیم. باور کنید چه قراری که نبرارید من شما را میفهمم. هر نفری که قراری با من موندن را میکند فردا در همین ساعت بیاید. باقی توکلتان به خدا. ببخشید سید مرور رجبویچ، من نمیتوانم، اویله دارم. من میفهمم، همش خوب است. برای همش تشکر. تا فردا انتظار شدن چی لازم است؟ آماده هم حاضر جواب دیم. من با شمایم سید مراد رجبویچ. تشکر. ما با شمایم. چیکار کنیم؟ تشکر دوستانم. من از شما مینت دارم و آن کاری را که شما حالا برای من کردید هیچگاه فراموش نخواهم کرد. خوب بیایید از پسی کار شویم. من نقشه دارم که از روی آن این مسئله را حل کردن ممکن است. من آن را طرح ریزی کردم. حالا سال 2008 است و اگر ما این نقشه را رعایت کنیم آنگاه تا سال 2013 از همه زیادش تا سال 2015 ما از عهده این وظیفه برآمده می توانیم. همه گونه مشکلات تا دمی پیدا شدن نقشه حل آن ما را پخش خواهد کرد. من نقشه پرداخت قرض ها و رفع بحران را ترتیب داده آن را به دسته خود پیشنهاد نمودم و ما به کار شروع کردیم. روزانه سمینار و شبانه پرواز. در عمل تطبیق کردن نقشه من به ما درآمد آورد و آن در نوبت خود امکان داد که تدریجاً قرض‌ها را پرداخت نماییم. من تاثیرناکی و ثمرناکی سیستم خود را حس کردم. آن کار داد. درک کردم که قابلیت به دست آوردن پول کلان متناسباً با اجرای عهده‌داری‌هایم عاید به پرداخت قرض افزایش یافته است و فهمیدم که دیر یا زود تمام مشکلات مالی را حل خواهم کرد.
ولی تجربه و ملکه بی‌بها در من باقی خواهد ماند. چون ورزشگر پس از تمرین های خسته کننده روز به روز قوی تر می شدم و تمام نیرویم را به حل این مشکل روانه می کردم. روزها می گذشتم، قرض تا رفت کمتر می شد. تجربه اندوختم را با دیگران می دیدم و خوشبختانه آن وقت من چیزی به آنها می گفتگی داشتم. در برابر این یک لحظه هم آرزوی خود را فراموش نمی کردم. هر روز حد اقل یک صحیفه یا یک مصرع باید می نوشتم. واقعه های اثر گذرانیدم برایم درسی بزرگ شدند. من باید تجربه گرفتم را به دیگران می آموزاندم تا آنها را از اشتباه ایمین نگاه دارم. در چنین شرایط کتاب اولین من به دنیا آمد. آن روزها من در نبض قطعی کار کردن را آموختم و از همان وقت این اصول کار برایم طرز حیاتم گردید. سید مراد رجبویچ. بله. نزد شما مهمانی مخصوص. مرحمت. روز بخیر. او آناتولی، سلام. چی حال دارید؟ تو جایی که میدونم ما همه مسئله های مالی را حل کردیم. یا اینکه باز یکان نیرنگی نوی فکر کردی. این رفت آمدی به آخر بدادگاه و من اخارج شدن از قزاقستان. خب به فکرم تو یکی از اولین هایی که من قرضت را پرداخت کردم. سید مراد رجبویچ، چیزی بود گذشت. کاهی کهنه را باد دادن چی لازی؟ من برای جنجال پس برای چی آمدم؟ من برای تو یک پیشنهادی مخصوص دارم. می خواهم که در دسته شما کار کنم. شنیدن این برایم خوش است، ولی این به تو فایده مالی نمی آورد. من حالا هم از آدمان قرض دارم. من می فهمم، ولی این مهم نیست. با من چطور از وضعیت برآمدنتون پسند آمد. می خواهم در دسته شما باشم و از شما آموزم. دوستان عزیز، از شما مینت دارم که تو آخر دربار من ایستادید. امروز ما تمام قرضهایمان را پر را پرداخت نمودیم. مبارک شد. روز بخیر. مایور مینبایف؟ شناختید؟ در حیرتم. مگر بین من و شما مسئله های حل نشده مانده؟ تنها یک تا. عجیب. من عادت ماندن مسئله های حل طلب رو ندارم. من این را میدانم جناب دولتوف. طول این سال ها شما درباره من بسیار چیزها را فهمیدید. کارم چنین است. من نیز همه گونه کار را تا خلاصه منطقی میرسانم. خوب،
شما متخصصی حرفوی هستید. با چولوکی شما تنها حسد بردن ممکن است. این دفعه از روی تفسیر شما من چی گناه کردم؟ من میفهمم. شما برای به من خشم گرفتان حق دارید ولی من به خطا گیره دادم و خودمان را اصلاح کردم. انا برای همین من به شما زنگ زدم. من نمیخواهم که بین ما نافهمی ها وجود داشته باشد. بسیاری از آدمان کاری مرا نادرست به ها میدهند. با من روبرو شده. مرا همچون دشمنی خود قبول میکنند. اقرار میشوم که یک چند مدت من همینان چنین بودم. ولی این زیاد دوام نکرد. من شما را میفهمم. شما کار خود را میکنید و در آن حرفه‌ای هستید. مثل شما جناب دولتف، کاردانی در همه ساحه همیشه در من حسی احترام را بیدار میکرد. یعنی بین ما دیگر یکان مسئله های حل طلب نمانده است؟ مایور مینبایف. همین طور. قریب که و من که ها باز علاقه پدپالکونیک. تبریک میکنم شما را با این رتبه بلند. میدونید من میخواستم در مسئله مالی از شما مصلحت پرسم. شاید در سری یک پیاله چای نشسته صحبت میکنیم. باشد، من راضی. تشکر زیاد. براری کار. تشکر. سعید مراد، آفرین به تو. از چونین وضعیت دشوار برآمده توانسته. اگر در جای تو میشده من نمیدونم این مشکل را چگونه حل میکردم. تو میبودی به چونین حالت نمیافتیدی. نه این خیل نگوی. حالا زمانه چونین است. هیچ کس از نخوشه ها امین نیست. بهترش بگوی که کار بلوی کتاب چگونه جرایان دارد. من رو که میخوانیم. کار کرده استادم. مواد زیاده جمع آوردم. به قریبی به انجام میرسانم. من خبری خوش دارم. تصور میکنی مرا به خدمت دولتی دعوت دارند. امیدوارم که این طور من به جامعه منفیت بیشتری میارم. چی میگویی؟ اولی است. اگر روزی شوی با کمال مایل کمکت میکنم. مبارک شود. حالا بر وقت است. به هر حال تشکر. من در بیشکک زمین خریدم. برای ساختمان بنای استقامتی همراه می سازیم. چی گفتی؟ تو با منی؟ این حتی محاکمه نمی شود. بچه ها صبح خیر، خبرهای خوش داریم. خواهش دارم همه جمع شوید. دوستان عزیز، نهایت نوشتنی کتاب خود را به انجام رسانیدم. سید مراد، شادم که برای چاپ کتاب شما شرطنامه بستیم. باوری دارم که آن سرخریدارترین کتاب ملی خواهد شد. تشکر. من این را خیلی زیاد انتظار بودم. 7 سال دراز دوستان. و کتاب نوی او در اتحاد دولت‌های مستقل چگونه باید میلیونر شد؟ 10 قدم به سوی حیات موفق. روسیه. اینک
مسکن 3 نوامبر سال 2019 معرفی کتاب را اعلام میکنم. تشکر به شما. مبارک شود. مبارک شود. تشکر. تشکر به شما. تشکر به شما. خوانندگان عزیز و شنوندگان محترم که در سمینار و مشق ما اشتراک میکنند، خوش آمدید به معرفی کتاب نو. زمانی بود که آرزوهای من برایم دست نارس می نمودند. آینده به نظرم تاریک و ناروشن بود و یک جوانی اذیت کشیده کوهستان به مشکلی ها نگاه نکرده توانی صاحب تقدیر خود شود. بوری در این خرک نشستم، من فهمیدم که حیات برای آدمان نیرومند است. آن را باید سزاوار شد و هر نفری که امیدش را از دست می دهد او را نابود می سازد. برای انسانی سزاوار شدن کسی خلل رسانیده نمی تواند. روح خود را پیدا کنید. از همه اساسش تسلیم نشوید. برای خود، برای بخت خود مبارزه برید و آن را به دست دارید. من همیشه به آدمان باور می کردم و تمام عمر برای به باوری آنها سزاوار شدن کوشش می کردم. من درک نمودم. آنی که امروز هستم نتیجه انتخاب های در گذشته نموده ام است. تقدیر هر یک انسان ثمره انتخاب های پیشینه اوست و مهم نیست که خود او این را درک می کند یا نه. ای خدای متعال، مدد کن. تنها تو از حالی من خبر داری و می دونی که در چی وضعیتم. مرا به راه راست هدایت کن. من می دانم و باوری دارم که روزی همه‌اش خوب خواهد شد. فیلم به خاطره نیکی عزیز ماه رجب و بخشیده می شود. Кем ты создан был и под какой звездой, незамеченной или благословенной миром? Нет здесь ничьей вины, сомнений тоже нет. С рождения каждый воин и победителем достоин. Быть благословенным родительским добром и взгляд осветит. Yeah.
хранитель, ангел твой, за твоей спиной. Если примешь бой, даренной судьбой,